انجیل لوقا 22 الی 19 الی 20 اعلام میکنه و نان را منظور مسیح و نان را گرفت. اون نان چه نانی بود؟ نان فطیر، نانی که خمیر مایه نداشت، نانی که کاملا آرد خالص بود. نان را گرفته شکر نمود، یعنی با رضایت کامل داوطلبانه با اشتیاق و پاره کرده اجازه داده بدنش برای بشریت نیز پاره پاره بشه و به ایشان داد، به شاگردان داد و گفت این است جسد من که در اصل داره صحبت از قربانی میکنه. در زمانی که عید پسح میشد قوم یهود بره ای رو که میخواستن قربانی کنن 3 روز و نصفی روز توی خانه نگه میداشتن که این بره مبادا مریض باشه در زمان قربانی، مبادا دست و پا شکسته باشه، پس باید سالم باشه این بره. عیسی مسیح 3 سال و نیم خدمت کرد و بعد قربانی شد. تمام اتفاقایی که افتاده علامتی بر این هستش که مسیح مطابق کلام خدا برای هر انسان کنجکاوی نیز مشخص بود و با شک به او ایمان نیاورند. و اعلام میکنه جسد من که برای شما داده میشود این را به یاد من به جا آورید. یعنی ضرورت هست در اون وفادار باشید عزیزان. اگر به یاد نیاریم، اگر زمان عشای ربانی ما نیاریم اینجا، اگر دوباره کلام خدا رو نشنویم، زود فراموش خواهیم کرد. یک مثال چینی میگه من میشنوم و فراموش میکنم، من می‌بینم و به یاد می‌آورم و می‌نویسم و می‌فهمم. مزمور 34:8 اعلام می‌کنه بیایید ببینید بچشید خدا نیکوست. پس این مهم هستش که ما زمان عشای ربانی در کلیسا باشیم، ما به یاد بیاریم کار خداوند روی زمین. حتی لازم هست توی خونه با بچه‌ای که توی خونه هستن اعلام کنیم و اعلام می‌کنیم. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفته و گفت این پیاله عهد جدید است. دوم قرنتیان 5:17 در مسیح خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت. مسلمان بودی خدا رو شکر برای وجودت، بهایی بودی خدا رو شکر، یهودی بودی خدا رو شکر، مسیحی زاده بودی خدا رو شکر، بی خدا بودی خدا رو شکر. امروز که مسیح ایمان آوردی نگاه به دستای مسیح بکن، با مسیح همراه بشو، گذشته رو رها کن. من نمیگم با گذشتگان خودتون بجنگید، شاید من به عنوان یک کشیش لازم باشه خیلی آگاهی ها رو بدم به شما عزیزان و عزیزانی که تو ایران ما رو میبینن. قرار نیست با گذشته بجنگی، قرار رها کنی. از این به بعد همراه با مسیح باش، همقدم با مسیح باش. در گذشته هر گونه به هر موقعیتی عبادت میکردیم اون رو رها کن. اعلام میکنی این پیاله عهد جدید است در خون من که خداوند است. خون خداوند گنل خونمون بره، خون من که برای شما ریخته میشود. و این جشن، این آیین، این ضرورت باعث میشه که مشارکت ما مشارکت مقدسی باشه، اتحاد ما ایمانداران یک دلی ما رو نشون بده در حضور خداوند، قدردانی و شکرگزاری ما رو در حضور او و توبه و تقدیس شیم نسبت به آنچه که در گذشته اشتباه کردیم به خودمون میاد. اینها رو عرض میکنم قبل از اینکه به سفره خداوند نزدیک بشیم. بدونیم که هر کسی همون گونه که پولس رسول میگه مسئول خودش هست. پس فکر و ذهن خودت رو قبل از اینکه به سفره خداوند بشی خواهش میکنم تقدیس کن و با قوت و شادی به حضور خداوند بیا و از زندگی گناه آلودی که مسیح ما رو عبور داده لطفاً عبور کنیم. نکس